سلام دوست عزیز به چینل ما خوش آمدین امروز طرز دهی یک کباب بسیار خوشمزه را که در بین نان تیار میشه برتون نشان میدم که کباب میتونید شما از گوش جور کنین یا از مرغ جور کنین بر کدام شلاقه دارین میتونید به شکل جور کنین و در بینش سالاد ترکاری هر چیزی که خوش دارین بمانین بسیار خوشمزه است خدا کنه ویدیو خوشتون بیا و این کباب خوشمزه را شما هم جور کنین مواد لازم یک یا دو عدد مرغ 500 گرام نیم کیلو یا یک کیلو گوشت هر قدر ضرورت دارین مقدار گوشت مرغ مربوط شماست که هر قدر استفاده میکنین و برازی دو قاشق سیر که رنده شده باشه دو قاشق سیر چرخ شده همراه نیم پیاله آب لیمو مرچ خشک دو قاشق گشنیز خشک دو قاشق آب لیمو همشه هم یک کاسه به هم مخلوط میکنیم و مرغ و گوشت همراه ماست که تقریبا یک پیاله یا کمتر از می باشه به با او اخته میکنیم زرچوبه بالش پاش میدیم بر دو ساعتی رو میمانیم تا خوب اخته شود مقدار مرچ و نمک خودتان نمیشه نظر به که چقدر شما مرچ یا نمک میخورین اضافه کنین و کم روغن هم بالاش پاش بدین و او را برای دو ساعت بگذارین تا خوب وقته شود و بعد از شما او را میتونین به سیخ بکشین ولی باید مرغ اول خوب وقته باشه تاوری که در تصویر میبینین و امروی کارت به او سراخ جور کنید. دو سیخ برای یک عدد مرغ که کامل است به او استفاده شده و شما رو به شکل به تصویر میبینین و می شکل جور کنین و داخل هر سیخ بانجان گذاشته میشه سر بانجان البته ای به خاطر عزیز که تندور نیفته بعد زو فایل آشپس رو گرفته و او خوب مرغ به او میپیچانیم شما میتونید فایل دبل هم دو فایل رو بپیچانیم تا مرغ تا مرغ درست کباب شد و دو فایل هم و داخل هر سیخ ببینیم که سر بانجان با هم گذاشتم چون من میخوایم این مرغ در تندور بپزم به او خاطر کار کردم و پوش کردن به خاطر عزیز ریسک مرغ داخل تندور حرارت بسیار زیاد است مرغ نسوزه بهتر است رو پوش کنین و اگر بالای منقل میگذارین بالای منقل هم پوش کرده باشه خطر سوختنش کمتر می باشه حرارت تندور زیاد است به حال مرغ را داخل تندور میپزیم و ای را بر مدت نیم ساعت یا بیشتر میگذاریم تا خوب کباب شود حال میبینید پوشاندن فال چقدر در ریز حرارت زیاد است مرغ نمی و خوب در بین فال تفت میکنه و خوب نرم میشه و رنگش هم خوبش میه شما میتونید هر دو مرغ یا گوشت بالای منقل کباب کنین یا داخل تنور یا در داشت بگذارین به هر صورت مصرف یک کباب که نرم شده باشه ضرورت داریم برای زی ترس برای زی به خمیر ضرورت داریم دو پیاله آرد یک پیاله آب شیرگرم دو قاشق ماست سی قاشق روغن یک قاشق چای خوری نمک با هم یک جا خوب خمیر میکنیم آماده میگذاریم به شکل چپاتی رو جور میکنیم هموارش میکنیم شکلش ضرور نیست که من عالی و پرفکت باشه ما صرف می خمیر به می شکل ضرورت داریم او رو داخل قالب داشت یا پدنوز داشت مگذاریم خمیر داخل پتنوس هموار است بالای کباب مرغ یا کباب گوشت مگذاریم و بالای زو مرچ خوش گشنیز خوش که همراه کم غوری انگور و نمک اگر ضرورت بود کم پاش میدیم خاطر که برای سالاتم باید نمک پاش بدیم و او را کم کم بالاش پاش میدیم و روشه دوباره هم خمیر میپوشانیم یعنی در بین از این میتونین پیاز هم بمانین هر چیز که خوش دارین شما میتونین ترکاریت و کچولو را بین رو بینش بانین و او را داخل داشت دوباره بپزین ای که در بین خمیر گذاشته میشه و این مساله همراهش یک جا مخلوط میشه همراه ترکاری مزه زیر دو چند میسته شما میتونید کباب به موش اقلم نوشن جان کنین اما وقتی که همراه از خمیر پخته میشه بعضی که شما رو امتحان کردین باز میبینین که چقدری خوشمزه میشه به خاطر از کباب کاملا همراه دم میگیره و بسیار نرم خوبش و خوشمزه همراه هم از این میشه داشت قبلا داغ است درجه حرارت 200 است و در قسمت وسطی از خمیره میگذاریم تا خوب روش گلابی شود و بپزه کباب مرغ و کباب گوشت هر دوش پخته شده و بسیار خوشبوی خاص از اون مبره جایتان خالیست دوستا به حد مزدار بود و این خوشبوی مرچ و بانجارمی و مصالحی را که من امرای غوری انگور همه بالای زو پاش دادم خوشبوی یه زور چند ساخته умедаз и тарс таҳия маврди пасандатон қарор гирифта боша агар қарор и луطфа лайк шер сбскрайб комент кунед ҳатман аз и тарс таҳя бартон ҷур кунед худо куна бозам видео хуштон омада боша вақти хош рози хош бартон дӯстои азиз мехوоاҳем ҷаҳон сипос аз и ки видеро тамошо карден